همونطوری که اشاره فرمودند، عنوان عرایض من یک نگاه به موضوع خوشبختی هست و احتمالاً از نظر خود من بیان یه مقدار دقیق و عمیقی است از نظر علمی درباره این موضوع بر اساس مطالعات و یا مطالعه ویژه‌ای که صورت گرفته که توضیحاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. موضوع اصلی و اساسی مربوط به انسان مغز انسانی است و با توجه به این که قلب رو عوض کردند و قلب مکانیکی گذاشتند و هیچ تغییری در هیچ حال فرد پیدا نشد، به این نتیجه رسیدن که برخلاف تمام گفتگوهایی که در طول تاریخ بوده، نه قلب جایی داره در وجود انسانی، نه حسی، نه احساسی، و ماجرای عشقی که از قلب میاد و حال قلبی و اینها در حقیقت فقط در همون چارچوب تعابیر و اشارات و کنار یا تو استعاره‌ها یا هر چیز دیگری میاد که در صنایع ادبی هست و واقعیتی نداره. بنابراین من و شما آنچه رو که انسانمون میکنه و حالات و احساسات و عواطف و هیجانات و جنبه های دیگر وجودی من و شما رو به نوعی ظاهر و آشکار میکنه کاملا مرتبط هست به موضوع مغز. و میدانیم که از حدود 7 هفتگی در شکم مادر در حقیقت مغز ساخته میشه و میدانیم که در هر دقیقه 250,000 سلول مغزی تولید میشه و به صورت حیرت انگیز اینا میرن در جایگاه خودشون در مغز قرار میگیرن و به مجرد قرار گرفتن ارتباطاتی با بقیه سلول ها برقرار میکنن که میدونیم تا مرز 15,000 ارتباط میره، یعنی هر سلول با 15,000 سلول دیگه ارتباط مستقیم داره، در حالی که از طریق بار شیمیایی که کم کم به وجود میاد و بار الکتریکی ارتباطات بیشتری رو پیدا میکنن. و به هر حال این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا حدود 4 ماهگی من و شما در شکم مادر ما بیش از 100 میلیارد سلول مغزی با 3 تریلیون کانکشن داریم و البته از اونجا تغییرات کم است و در وقت تولدمون هم تغییر پیدا نمیشه، گرچه اخیراً میدانیم که هم به دلیل تجربیات تازه هم به دلیل ورزش به عنوان اسپورت تنها 2 عاملی هست که حتی تولید سلول‌های مغزی رو بعد از تولد ممکن می‌کنه. اما متأسفانه به دلیل اینکه آنچه که در محیط اطراف و در رابطه پدر و مادر و بقیه هست به گونه‌ای برانگیزنده و تحریک کننده نیست، در هر ثانیه بین 20 تا 30 کانکشن مغزی هست میشه و این ماجرا تقریبا تا 19 سالگی ادامه پیدا می‌کنه و در نتیجه من و شما وقتی به 19 سالگی میرسیم نیمی از ارتباطات مغزی رو از دست میدیم، ولی خوشبختانه در اون شرایط و وضعیت این از میان رفتن متوقف میشه و در نتیجه من و شما با آنچه رو که مغزمون از 19 سالگی بعد هست تا زمانی که اون رو به تدریج از کار بیاندازیم یا از کار بیفته که 65-75 مقدمات اون هست یا در برخی حتی زودتر اتفاق میفته، مغزی رو که ازش بهره و استفاده می کردیم رو در اختیار خواهیم داشت. اهمیت مسئله به این دلیل هست که در ارتباط این میزان مغز یا 300 میلیارد سلول بدن 100 میلیاردش سلول مغزی هست نشون میده که مسئله اصلی و اساسی انسان مغزش. اما در خصوص مغز می دانیم که مجموعه کارکردهای او رو، فانکشنهای او رو ما به عنوان ضمیر و ذهن یا مایند می شناسیم. در حقیقت مغزی که اگر به این صورت باشه، در حقیقت این قسمت رو که به عنوان جنبه فیزیکی و مادیش هست با کارکردهاش که به نوعی یکی هستن رو ما از نظر نظر و برای بحث علمی تفکیک میکنیم و در حالی که با برین به عنوان مغز روبرو هستیم، با ضمیر و یا ذهن به عنوان مایند هم ارتباط برقرار میکنیم. در نتیجه به یک اعتبار مطلقاً چیزی به اسم ضمیر یا ذهن یا مایند وجود خارجی نداره. از طرف دیگه در بحث و تجزیه و تحلیل خودمون میتونیم اینها رو دوگانه و دو قسمت کنیم. بنابراین من و شما دارای برین و مایند، مغز و ضمیر یا ذهنی هستیم. امروز میدونیم که فرایند یا پروسسی رو که مغز انجام میده از طریق بیشتر بیولوژیک هست و از طریق تغییرات شیمیایی و تغییرات امواج مغزی و به همین جهت است که به خاطر این دگرگونی ها از یک طرف تا
تولید انرژی چه انرژی فیزیکی و روانی موجب میشه و یا به نوعی در اختیار قرار میگیره. اما از اونجایی که انسان دارای آگاهی است مانند بقیه حیوانات، البته به مقدار بسیار زیادی وسیع‌تر و عمیق‌تر، و دارای خودآگاهی یعنی awareness، این ماجرای خودآگاهی سبب میشه که به خودش به عنوان شیء خارجی نگاه کنه و در نتیجه یک پرسش بسیار عمیقی که در طول تاریخ بوده که این خود یا من چه هست، امروز از نظر علمی مشخص شده که خود یا من خبری است در خودآگاه که همیشه مقداری از انرژی روانی رو به خودش اختصاص میده. بنابراین اون زمانی که من و شما صحبت از خودم یا من میکنم، دست من، پای من، خانه من، زندگی من، این من فقط یک خبر و پیام هست در خودآگاه که در حالی که خودآگاه و ناآگاه به او تعلق داره ولی همیشه چون مقداری از انرژی متوجه او هست، در نتیجه به عنوان یک خبر جدی مطرح. البته میدانیم در بسیاری از موارد چون این انرژی روانی مرتبط به او نیست، من و شما به نوعی در حالت بیخبری قرار میگیریم. ولی اهمیت مسئله این است که یک پرسش عمیق علمی بر اساس مطالعه‌ای که مخصوصا درباره خوشبختی صورت گرفته بهش پاسخ داده شده و این است که به طور کلی انسان به عنوان یک سیستم خبری آنچه را که من و شما به عنوان یک انسان داریم به عنوان خبر هست، یعنی information، و این خبر به گونه‌ای در من و شما سبب میشه که همه چیز رو از این زاویه و دیدگاه باش برخورد کنیم. یعنی درد یه خبر بده از هر کجا که بیاد به هر شکل و فرمی، و لذت یه خبر خوب از هر کجا که بیاد. و به همین جهت که وقتی انسان میمیره دیگه نه توانایی گرفتن این خبر رو داره نه فرستادن این خبر رو. اهمیت مسئله به این دلیل به نظر من مطرح هست که ما با مسئله ضمیر و ذهن به عنوان یه سیستم خبری یا اینفورمیشن سیستم نگاه میکنیم. این ضمیر و ذهن و اون خود یا من بر اساس مطالعات تنها یک فرایند بیولوژیک نیست. حیرت انگیز این است که به نظر میرسه که چیزی به اسم جدول ترجیحات یا اولویت ها هم کنار او وجود داره. یعنی خارج از این خود یا من، مسئله این است که چه چیز اول و دوم و سوم و چهارمه، و در این حال این ترتیب آزادی اجازه میده که من و شما فقط برایند همه نیروهای گذشته یا همه فیرانفعالات فیزیکی یا مادی یا شیمیایی یا الکتریکی نباشید. و به همین جهت است که انسان توان اینو داره که حتی شعر بگه و موسیقی رو که بزرگترین هنر انسانی است که در مقام مقایسه با طبیعت از طبیعت بسیار جلوه به وجود بیاره، حتی میتونه موجب تحریک خودش بشه بدونی که هیچ پایه بیولوژیک وجود داشته باشه، بدونی که هیچ زمینه شیمیایی داشته باشه. و هدفی که از بیان این مسئله دارم این است که مغز انسانی و ضمیر و ذهن انسانی به گونه‌ای توانایی نه تنها گرفتن خبر و دادن خبر بلکه ساختن خبر بود. یعنی من و شما تنها موجوداتی نیستیم که خبر رو میگیریم و میفرستیم، یه دستگاه ضبط صوت نیستیم که ضبط میکنیم و بعدن پخش میکنیم. من و شما ضبط میکنیم و بعدن اون رو دگرگون میکنیم و پخش میکنیم. و این داستان ضبط ما اولا بسیار انتخاب میشه، یعنی اصلا این ماجرای انتخاب شدن و ساختن ذهن حیرت انگیزه. بنده یکی دوتا مثال رو خدمتون عرض میکنم. فردی به یه فردی میرسه و از او آدرس بیورلی هیلز های اسکول رو میخواد، و اون فردی که آشنا بوده با شهر بیورلی هیلز شروع میکنه آدرس رو به اون آدم دادن. در حالی که مثلا 10 یا 15 ثانیه میگذره و این دوتا آدم دارن با هم صحبت میکنن، دو نفر کارگری که یک در بزرگی رو داشتند، اینا میان از وسط این دو نفر حرکت میکنن. بنابراین من داشتم با شما صحبت میکردم و شما لطف کردید به من آدرس رو دادید و داشتید آدرس رو میدادید، نیمی از آدرس گرفتید، دو تا کارگر با یه دری از وسط ما میگذرن. ولی وقتی که اونا میگذرن من هم با اونا میرم و یه نفر دیگری میاد و میگه بله گفتید که من میام تو خیابون ویلشر یا سانتا مونیکا، میپیچم به راست. بیشتر آدم ها متوجه نشدن که این دوتا آدم ها عوض شده، یعنی متوجه نشدن که اینا داشتن با یه آدم دیگه صحبت میکردن، چون اون آدم اومده دنباله یه حرفی رو که اون آدم داشته باش صحبت میکرده گرفته، اصلا متوجه نشدن که این یه آدم دیگریست. این تفاوت اینقدر آشکار بوده که به هیچ وجه دوتا آدم شبیه و ماننده هم رو پیدا نکرده بودن. و این دقیقا نشون دهنده این است که من و شما وقتی که
در ارتباطات با دیگری قرار میگیریم چند اندازه میتونیم اونها رو بسازیم. در خصوص چشم هم طور که میبینید نقطه کوری وجود داره، ولی من و شما وقتی به دنیا نگاه میکنیم هیچ وقت یه جایی رو تاریک نمیبینیم. ذهن ما بقیه یه قسمت خالی رو بر اساس فرض خودش میسازه و بنابراین وقتی من به هر چیزی نگاه میکنم از اول تا آخر اون رو پیوسته و مرتبط میبینم. و این نشان دهنده این است که ضمیر و ذهن ما ابداً درگیر این نیست که خبر رو بگیره و بفرسته، بلکه در همه چیز همیشه تغییر رو به وجود میاره. و این مسئله توانایی انسان هست که در مقام مقایسه با دنیای خارج کاملا یه جنبه ویژه‌ای رو پیدا میکنه. به همین جهت است که من و شما تا توان اینو داریم که خودمون رو خوشحال کنیم یا غمگین. یعنی شما بر اساس انتخابی درباره تصور و تخیلی که دارید خودتون رو خوشحال و یا غمگین میکنید و یا احتمالا به راحتی میتونید چیزی رو نادیده بگیرید یا فرضهای خودتون رو داشته باشید. مثال دیگری در خصوص بچه‌ها هستن. فرض کنید که دو تا دختر دو ساله اینجا هستند و در این حال فرض بفرمایید که کاغذی که من اینجا دارم رو اونا میبینن یا بهشون اونجا گذاشتم. یکی از این دخترها بیرون میره، من کاغذ رو برمیدارم و تو جیبم میگذارم. دختر دومی که میاد، دختر اولی مطلقاً تردیدی نداره که اون دختر میدونه این که این کاغذ در جیب منه. یعنی اگر ازش بپرسید که اون دختر دنبال کاغذ کجا میگرده اصلا تعجب میکنه، معلومه تو جیب تو هست و اون میدونه در جیب توه. یعنی ما آگاهی که خودمون داریم رو به دیگران نسبت میدیم. یعنی یه مرحله عجیبی است که در ذهن خودمون داریم و فرض ما بر این است که اگر من چیزی رو میدونم دیگری هم باید بدونه. و این رو در مطالعات مختلف، نه در خصوص بچه‌ها، در خصوص آدمای بزرگسال هم ثابت کردن. بذارید مثال دیگه ای خدمتتون عرض کنم برای اینکه ببینید حتی ذهن ما چگونه عمل میکنه. فرض بفرمایید که بنده 5 تا ماشین کوچولو اینجا دارم و این ماشینا، یعنی 5 تا ماشین مثلا از اینا که اسباب بازی بچه‌هاست و این 5 تا در مسیری که قرار گرفتن، این بزرگه است، اون کوچکتره، کوچکتره، کوچکتره و کوچکتره. بنابراین 5 تا ماشین هستن که کاملا عین هم هستن ولی کوچکتر و کوچکتر میشن یا بزرگتر و بزرگتر میشن. ولی شما از اونجایی که نگاه میکنید 4 تا اینا رو میبینید. برای که شما پایین هستی، بزرگه و اون یکی دومی و سومی و چهارمی نه، اما کوچیکه، چون خیلی کوچیکه از اون زاویه که شما نشستید نمیبینید. شما برمیگردید به من میگید ماشین کوچک رو من بده. من با توجه به این که میدونم من 5 تا ماشین رو میدونم و اینا 5 تا هستن و شما از اونجا 4 تا میدونید، شما فکر کنید من چه میکنم؟ من ماشین دومی رو به شما میدم. یعنی ماشین رو به شما میدم که شما فکر میکنید کوچکترینه، در حالی که من میدونم از اون کوچکترم هست. یعنی اگر شما برگردید بگید کوچکترین ماشین رو به من بده، کوچکترین ماشین ماشین شماره 5، در حالی که شما چون شماره 5 میدید کوچکترین ماشین برای شما شماره 4 و من شماره 4 به شما میدم. اما ماجرا از این جالب تر میشه وقتی مطالعات علمی نشون میده اون زمانی که من دستم رو میبرم با ماشین شماره 4 رو به شما میدم، چشم من میره روی ماشین شماره 5. یعنی ذهن من میدونه که اینجا با یه تضادی روبرو هست، که از یک طرف ماشینی که شما خواستید ماشین شماره 5، ولی از جانب دیگه ماشینی که من به شما میدم شماره 4، برای که میدونم شما از نقطه‌ای که بهش نگاه میکنید ماشین شماره 4 رو میبینید. و اینجا نشون دهنده این است که مغز نه تنها چیزا رو دگرگون میکنه، کاملا خبر از تضاد و بازی‌های درونی خودش داره و به گونه درست عمل میکنه، به طوری که انسان به تدریج از حالت ریالیسم، یعنی واقع بینی و واقع گرایی، به سمت ایدئالیسم یا به سمت ذهن گرایی و ایدئال حرکت میکنه. و این تغییر و دگرگونی اصلا در نوع خودش بی‌نظیره. یعنی صدها مطالعه نشون میده که همه ما همیشه داریم این کار رو میکنیم. و این نشون دهنده این است که با یه پدیده ای روبرو هستیم که با خودش آزادی و حق انتخاب داره و مسئله آزادی و انتخاب رو به صورت دیگه در دنیای امروز به هر حال دو مرتبه مطرح میکنه. نتیجتاً اون چیزی که اهمیت داره این است که فرایندی که در ذهن من اتفاق بیفته یه فرایند بیولوژیک، یه فرایند مکانیکی، یه فرایندی که بر اساس اصولی که معمولا من و شما در دنیای خارج میشناسیم نیست. به همین جاست که تفاوتی به وجود میاره بین همه مطالعاتی که مربوط به غیر انسان و انسانه، و در حالی که به دلیل آزادی مسئله انسان رو با صدها و هزاران موضوع پیچیده روبرو میکنه، شاید به دلیل اینکه انسان مهمترینه اهمیت توجه و عنایت بیشتر رو داره، در حالی که ما خوشبختانه تا 300 سال گذشته به جهان فیزیکی و مادی توجه کردیم و تونستیم شرایطی رو برای انسان فراهم کنیم که حداقل بیشتر ما یا درصد بالایی از ما بتونیم از زندگی خوبی برخوردار باشیم.
با توجه به این مقدمات بگذارید این سوال اساسی رو مطرح کنیم که آیا افراد یه احساس خاصی رو درباره موضوع و مسئله خوشبختی دارن یا نه؟ آدم ها بین لذت، بین رضایت، بین شادی، بین بهزیستی، بین خوشحالی، بین حظ و کیف، بین حتی خوشنودی و خرسندی و احساس خوشبختی تفاوتی رو قائلند و بنابراین نظر متخصصین رو به خودش جلب کرده. در نتیجه اگر ما بتونیم این سوال رو مطرح کنیم که چه زمان افراد به طور کلی و بر اساس این مطالعه تقریبا همه احساس خوشبختی میکنن، احتمالاً تا حدودی پاسخ خوشبختی رو پیدا کردیم یا پاسخ این سوال که خوشبختی چه هست و خوشبخت کیست رو پیدا کردیم. به همین جهت است که برای این که مسئله رو من و شما متوجه بشیم، ما در این سمت همونطور که میدونید یک محور مختصاتی داریم که محور افقی محوری است که دانایی، توانایی و یا مهارت است، سکیل، و محور عمودی رو داریم که چالنج یا مبارزه و کوشش و چالش هست. یعنی اگر بیاییم این محور مختصات رو داشته باشیم و هر عمل و فعالیت اکتیویتی که من و شما داریم رو اونجا قرار بدیم، شما میتونید در تصویر بعدی یه بچه‌ای رو ببینید یا یه آدم بزرگسالی رو ببینید که یک کسی آمده بهش میگه که بیا بریم من تنیس یادت بدم. فرض کنید پسر کوچکی دارید، دختر کوچکی دارید که به شما میگه پدر مادر به منم مثل خودت که میری تنیس بازی کنید تنیس رو یاد بده. و شما او رو میبرید و اون هیجانی که داره و ضمناً به عنوان یه بچه‌ای که مقدار زمینه‌های ورزشی داره، فرض رو بر این بگیرید که در نقطه A قرار میگیره یا نقطه A1 قرار میگیره. نقطه A1 چه است؟ نقطه است که او یه مقدار آگاهی و توانایی داره و در مقابل این آگاهی و توانایی که داره یه چالشی و مبارزه هم در مقابلشه، برای که به پدرش یا به مادرش میخواد نشون بده که من تنیس زود یاد میگیرم و تنیس باز خوبی هستم، مثل تو هستم، و اون همه حرفایی رو که راجع به تنیس از شما و یا همسرتون شنیده رو حالا میخواد به نوعی در زندگی خودش جا بیاندازه و وجود داشته باشه. بنابراین یه چالش و مبارزه‌ای در مقابلش، میخواد تنیس رو یاد بگیره، ضمناً به خاطر حرفای مقدار آگاهی و اطلاع داره. اما اگر شما یه مقدار به او سخت گیری کنید که بسیاری از معلمین میکنن، اگر یه مقدار شرایط رو برای او مشکل کنید، اگر او رو از اون میل و کوشش و هیجانی که داره بیاندازید که متأسفانه بسیاری از معلمین چه در دنیای علم چه در دنیای هنر میکنن، فرزندی رو که با اون همه اشتیاق رفته و شما میخواید پیانو بزنیم میرید بعد از یه ماه دیگه میگه نمیخوام برم، یا بچه‌ای که با اون همه اشتیاق علاقمند بود بره تو تیم بسکتبال یا تنیس، حالا شما میگید علاقمند نیست، به خاطر اینکه وارد احتمالاً مرحله بعد میشه، یعنی مرحله A2 میشه. مرحله A2 مرحله است که این بچه دیگه براش چالشی نداره، یعنی مرحله است که دیگه اون اشتیاق قبلی، شور و شوق و پشنی که داشت رو نداره و زمان به خاطر اینکه شما بهش سخت گرفتی که این کارو بکن، این آهنگو بزن، این نوتو بزن، چرا دستت کج رفت، چرا دستت راست رفت، توپ رو اینجوری بزن، وارد مرحله شده که دانایی و توانایی و اسکیل خودش رو افزایش داده، اما اتفاقی که افتاده اون چالش و مبارزه براش نیست و این وقتیه که به زودی حوصله سر میره و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه دیپرشن سراغش میاد. همینجا شما میتونید متوجه بشید که چرا بسیاری از مردم وارد مرحله حوصله سر رفتن و افسردگی میشن. علتش این است که کاری رو که انجام میدن براشون چالش و مبارزه ای نداره، اونا رو درگیر فعالیتی نمیکنه که بخوان داناییشون رو افزایش بدن، چون دانایی رو به اندازه کافی دارن و براشون در مقابلش چالش نیست، با وجود اینکه خانما 5 تا 7 برابر بیشتر از آقایون حرف میزنن و حس و احساسشون رو تشخیص میدن و ابراز میکنن. میزان افسردگی تو خانمات همه جای جهان تقریبا 2 برابر مردانه. علتش این است که متاسفانه تا به امروز بیشتر زنان درگیر کارهای اجباری تکراری کم اهمیت. یعنی درست است که مسئله پرورش و تعلیم تربیت در حد خودش بزرگترین خدمت، بزرگترین کار که از اون برتر و بالاتر نیست است، ولی متاسفانه وقتی که من و شما به ماجرای تعلیم و تربیتی میرسیم که در طول تاریخ بزرگ کردن بچه بوده و کنترل و ترس و تنبیه بوده، اون چیزی نیست که اصلا برای یه زن هم حتی چالش و مبارزه ای رو به دنبال داشته باشه، چه رسه به اینکه درگیر ظرفشویی و رخشویی و تمیز کردن خانه باشه. مسئله اهمیت این کارا نیست، مسئله این است که او رو به راحتی بره تو افسردگی. یعنی امروز دقیقاً میدونیم موضوع افسردگی از کجا میاد. یعنی من و شما میتونیم به خاطر اینکه درگیر فعالیتی میشیم که برامون چالشی نداره دچار افسردگی بشیم. اما یه خطر دیگه وجود داره و اون احتمال دیگه اینه،
که من و شما درگیر کاری بشیم که دانایی کمی داریم ولی میخوایم خودمون رو نشون بدیم، درست مثل بنده ای که آگاهی و دانایی کمی دارم و حالا اومدم اینجا برام بسیار مهمه که سخنرانی خوبی داشته باشم و در نتیجه با دانایی کم من A3 رو پیدا میکنم، A3 که برای من استراب و ناراحتی و نگرانی به وجود، یعنی من حالا وارد مرحله انگزایتی میشم، درست برخلاف افسردگی. یعنی شما فرض بفرمایید که پسرتون دخترتون به شما بیاد بگه پدر مادر با وجودی که شما انگلیسیتون خوب نیست من قول دادم که تو میای درباره عید نوروز برای بچه‌های مثلا دبیرستانی صحبت می‌کنی، شما مشکل زبان رو داری و در این حال اصلا به این مسئله آگاهی نداری جز اینکه فقط جشن‌ها رو در حد سطحیش می‌دونید و پسر شما و دختر شما قول داده انتظار فراوانی هم داره و شما فردا باید برید مدرسه سخنرانی کنید، ای بسا شما شب نمی‌تونید بخوابید. علتش هست که دانایی و آگاهی شما بسیار کمه، ولی در مقابلش مسئله انتظاری که شما از خودتون دارید، استرابی که دارید، چالش و چالنجی که در مقابلتون هست بسیار بالاست. بنابراین شما توی مرحله‌ای قرار می‌گیرید که نامش مرحله استرابه و متأسفانه بیشتر مردم دنیا تو این دو تا نقطه دارن حرکت میکنن. یعنی آدمایی که درگیری مقدار کارهای سخت و مشکل میشن چون خسته میشن آره میرن سراغ یه کارهایی میگیرن که تکراریه و بنابراین شما با دو تا جنبهش روبرو هستید. از یه جا مثلا تو محیط کار مضطرب، فشار کار، استرسی که درباره صحبت کنیم، از جانب دیگه خونه حوصله سر رفتن و همین جاست که تازه بزرگترین مشکل ما وقتی کار میکنیم 5 روز کاره. اما بدبختی بیشتر ما برخی از وقت میتونه شنبه و یک شنبه بیکاری باشه، یعنی چون یکی ما رو به استراب میبره و دیگری به افسردگی و نتیجه اینا اون گرفتاری است که بشر قرن 20 داره. علتش هم این هست که یا در مرحله قرار گرفته که به دلیل کارهای روتین و تکراری که تو خطهای تولید شما میتونید ببینید درگیر یک کار تکراری بدون چالش و چالنج و یا احتمالاً درگیر یک کاری است که همیشه خطر و ضرر به نوعی او رو تهدید میکنه و آگاهی و دانایی و توانایی مهارت کمی داره ولی چالش مقابلی در مقابلش. اما همین فرد میتونه اگر دانایی و آگاهی خودش رو در حالی که رشد میده بتونه اداره و کنترل خودش رو داشته باشه و چالش رو در حد خودش داشته باشه میتونه در مرحله A4 قرار بگیره. یعنی شما حالا درست مانند مرحله A1 که بچه هر دوتا رو داشت یا آدم بزرگ هر دوتا رو داشت، حالا شما توی وضعیتی قرار میگیرید که تو مرحله A4 هست. در اینجا در حالی که دانایی و توانایی من در افزایش پیدا میکنه، از یه طرف دیگه چالشی هم که در مقابلشه برای من کار شدنی است. توجه منو میخواد، تمرکز من رو میخواد، نیرو و انرژی منو میخواد، نظم و ترتیب و برنامه من رو میخواد. اما با وجود همه اینها خوشبختانه به من این فرصت و امکان رو میده که در اونجا قرار بگیرم، یعنی حالا در نقطه A4 قرار میگیرم. اما اگر بیایم نگاه کنیم به همه زندگیامون، مهم این است که من و شما کجا هستیم و میدونیم یه منطقه‌ای قرار میگیره که در حقیقت A1 و A4 ها همه به نوعی اونجا دور هم جمع میشن و این منطقه رو بهش میگن optimal experience یا تجربه مطلوب. یعنی در optimal experience یا تجربه مطلوب من درگیر کار و فعالیتی میشم که از یک طرف تمام دانش و آگاهی من رو میخواد و از جانب دیگه انتظار کمی بیشتر رو داره و از طرف دیگه در مقابل من مبارزه و چالشی رو میذاره که من از اختش برمیام اگر تمام توجه و نیروی خودم رو در اونجا بگذارم و به سمت اون حرکت کنم. و در نتیجه مطالعات نشون داد که مفهوم و موضوع خوشبختی برای انسانها وقتی اتفاق میفته که در مرحله تجربه مطلوب یا optimal experience هستن، یعنی وقتی در اون درالون و راهروی قرار میگیرن که هر نقطه‌ایش رو که شما در اون مسیر انتخاب بکنید و خط توانایی و خط چالش رو یا مبارزه رو بکشید، شما در یه مرحله‌ای هستید که یه کاری که دارید می‌کنید کاریست با ویژگی‌های خاص و مسائل مشخص. اینجا معلوم شد که اصلا مسئله خوشبختی اینجاست. هر جای دنیا که رفتن با بچه 2 ساله که هیجان اینو داره که برای شما مثلا ABC رو که یاد گرفته یا شماره عددی رو که 1 تا 10 رو که میتونه بشماره برای شما بگه، تا یه جراح بسیار عالی قدری که کاری رو میکنه که بقیه جراحان و استادان متوجه کار او هستن، همه وقتی میتونن اون احساس خوشبختی رو داشته باشن و اون احساس ویژه رو داشته باشن که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه که در مرحله و در منطقه تجربه مطلوب باشن. بنابراین از نظر علمی پاسخ مسئله مشخص میشه که من و شما کجایی. چرا انسان در منطقه و در مرحله تجربه مطلوب یه احساس ویژه‌ای داره که با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی، با خرسندی متفاوته؟ به خاطر این که وقتی که من و شما در یه چنین شرایطی قرار میگیریم تمام انرژی روانی یا سایکیک انرژی رو در اختیار داریم. یعنی من وقتی که در مرحله تجربه مطلوب هستم تمام انرژی روانیم در اختیار منه. اما به زبان ساده انرژی روانی یا سایکیک انرژی چیه؟
توجه و تمرکز attention and concentration. یعنی روزی که شما در مرحله تجربه مطلوب هستید کسی هستید که تمام توجه و تمرکز در اختیار شماست. معنای این حرف این هست که شما کسی هستید که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودتون حرکت میکنید، با وجود که با سرعت فوق العاده میرید، اما سیستم شما سموت، نرم و آرام و در یه آرامش و هارمونی و هماهنگی حرکت میکنه. یعنی پاسخ مسئله این است که چرا انسان در مرحله تجربه مطلوب یه چنین احساس ویژه‌ای داره که از همه احساس‌های خوب متفاوته، برای که کنترل انرژی روانی یا توجه و تمرکز داره. معنای دیگه اش است که کنترل مغزش رو و یا کمی دقیق‌تر کنترل ضمیر و ذهنش رو داره. من ضمیر و ذهنم در اختیار خودم، این ضمیر و ذهنم به صورتی به کار گرفتم که در مسیر فعالیتی است که حد اکثر توان فیزیکی و روانی من رو در حقیقت احتیاج داره. این توجه و تمرکز رو شما میدونید امروز با مشکلی که ما در ADD attention deficit disorder روبرو هستیم، یا وقتی که متاسفانه نه تنها سمت چپ فعالیتش بیش از حد یا امواجش، سمت راست هم فعالیتش کمتره که ADHD میشه، attention deficit hyperactivity disorder، ما گرفتاری که پیدا میکنیم مغز و بعدن ضمیر و ذهن توان اینو نداره که این حد اکثرها رو برای من شما به وجود بیاره. بنابراین با مشکل کمبود توجه و تمرکز و مشکل کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی روبرو هستیم و این گرفتاری است که از طریق دارو درمانی، یعنی تغییرات شیمیایی، یا امروز از طریق نوروفیدبک، از طریق آموزش فعالیت‌های مغزی ما میتونیم اون رو به کسانی که گرفتارش هستن ارزانی کنیم. حالا برای که این موضوع مطرح بشه، میشه انسان رو همونطور که عرض کردم در چارچوب سیستم خبری دید. یعنی انسان یه انفورمیشن سیستمه. این انفورمیشن سیستم از سه تا منبع بهش خبر میرسه. یک، از بیرون بهش خبر میرسه. دو، از درون چه فیزیکی و چه روانی میرسه. و سه، خودش خبر رو میسازه. بنابراین تمام خوشبختی مرتبط به این هست که من و شما بتونیم کنترل خبر رو داشته باشیم، نه کنترل دیگران رو. کنترل خبر رو داشته باشیم، معنی این که کنترل خبر رو داشته باشیم یعنی کنترل ضمیر و ذهنمون رو داشته باشیم، یعنی خودمون در اختیار خودمون باشیم. این ما باشیم که انتخاب میکنیم چه موضوعی به مغز ما بیاد بمونه و بعدا از مغز ما خارج بشه، نه اینکه مغز ما یک کاروان سرای باشه که ده ها در داره، هر کسی از هر جا دلش خواست وارد میشه. به بیان دیگه، از نظر علمی در مغز انسان یک دونه است با یک دربان، و اون خود یا منه که در رو باز میکنه، میگه این موضوع بیاد و این موضوع بره، در حالی که برای کسانی که یه چنین توانایی ندارن چند یا چندین در دارن و با یک دربان کنترل اون ندارن. بنابراین من و شما شبها میتونیم تو رخت خواب از ساعت 12 تا 2 درگیر افکاری بشیم که میآیند و میروند و ما میگوش هیچ کنترل نداریم، تا اینکه بالاخره سیستم خسته میشه و یه جایی این دربان از یه فرصتی استفاده میکنه، یا درها بسته میشه یا موضوعا میرن من و شما خوابمون میبره. در غیر این صورت میتونیم تا صبح بیدار باشیم. علتش هم این است که اون کنترل رو نداریم، و این کنترل شما حتی میتونید در حالت عادی هم ببینید. یعنی شما میتونید به راحتی از در وارد بشید، برگردید بگید اینجا چه رنگش قرمزه، درست مثل سالن دبیرستانی که در ایران داشتیم. یاد مدیر اون دبیرستان به خیر، عجب زن خوشگلی داشت، او زن خوشگلی داشت، دایی منم زنش خوشگل بود، اما با چه مسائل و مشکلاتی روبرو شد. بیچاره دکترم بود، ولی من دیگه نمیخوام برم پزشکی بخونم، میخوام مثل پسر داییم برم مهندسی بخونم، ولی اون الان تو اروپاست، به خدا اروپا زندگی کردن بهتره تا اینجا، تازه به ایرانم نزدیکتره، آدم میتونه بره ایران، دو مرتبه بریم شمال یا بریم شیراز. اونجا یاد اون ایام بخیر میرفتیم بابا کوی، اونجا وقتی میرفتیم اون آشکارده رو میخوردیم، اونجا میشستیم با اون نونا، چه حالی داشت. نمیدونم این کارده اینجا پیدا نمیشه، آشا اینجا بد نیست، این جری میریم یه دونه سوپ جو و مشروم داره بد نیست. شما فکر کنید از کجا شما دارید میرید. این مغز پراکنده است که بعض خودم فکر کنیم ما چقدر باهوشیم یا فهمیده ایم که همین جوری این بر اون ور میریم. این اون ذهنی است که وقتی که من و شما کنترلش رو نداریم، یه موضوع رو میگیره و حرکت میکنه و میره. و معلومه که وقتی شما یه چیزی رو بدونید، به دنبال این میفتید که من خواهم اینو کنترلش کنم. پاسخ علمی بسیار روشنه. من و شما در هر آن در حالت عادی 7 تا خبر رو میتونیم در مغز اون پروسس کنیم. یعنی یه آدم عادی در شرایط عادی در هر آن 7 تا خبر رو میتونه پروسس کنه. برای اینکه یه خبر فهمیده بشه 1/18 ثانیه وقت میخواد. یعنی من و شما 1/18 ثانیه وقت میخوایم تا یه خبر رو پروسس کنیم. بنابراین من در هر ثانیه 126 خبر رو میتونم پروسس کنم. معنی دیگه این است که در یه ساعت نزدیک 500,000 خبر در مغز یه آدم عادی پروسس میشه. خب در آغاز به نظر بسیار زیاد میاد. 500,000 خبر در
یک ساعت بسیار زیاده، ولی واقعیت مسئله چنین نیست. من همیشه این رو به این صورت مثال دادم که اگر من از 3 نفر دوستانی که این جلو نشستن خواهش کنم که بگن از صبح تا حالا چه کار کردن، صحبت خیلی عادی که صبح کی پا شدن، چی خوردن، با کیا حرف زدن، چه کار کردن، چه جوری آمدن، برای اینکه هر کدوم از این دوستان رو صحبتشون رو بفهمم 40 تا از اون خبر رو باید بهشون اختصاص بدم. بنابراین اگر هر 3 نفر با هم شروع کنن به صحبت کردن، من میتونم بفهمم که صبح کی پا شدن، صبحونه خوردن یا نخوردن و چه خوردن. اما وقتی که تمام توجهم متوجه این مسئله هست، من متأسفانه یه گرفتاری بزرگ دارم و اون گرفتاری بزرگ این است که در یه چنین شرایطی امکان نداره فکر بکنم که من هستم، من اصلا اسمم چیه، من چه کار میکنم، من چه کار نمیکنم، من اینجا سردمه یا گرممه. چون به مجردی که خبر سرما یا گرما بیاد یا حرکت دوستی که الان تش خوردن، من برای که ببینم اینجا چه خبری، مقدار از انرژی روانی میره اونجا. یعنی به مجردی که انرژی روانی رفت اونجا، صحبتی که از دوستان نمیفهمم که بگن با مادرشون صحبت کردن یا نکردن. من و شما یه ظرفیت بسیار محدودی داریم. یکی از دلایلی که من تو کنفرانس ها همیشه خواهش میکنم به اونجا بسیار جدی هستم، برای یه کلاس هیچ کس نه حرکت میتونه بکنه نه حرف میتونه بزنه، علتش هم این است که ما به این توجه و تمرکز احتیاج داریم. بدون این توجه و تمرکز 3 ساعت میشه 30 ساعت، و با داشتن این توجه و تمرکز، چون انرژی روانی در یه مسیر ساده راحتی قرار میگیره، 3 ساعت میتونه میشه 15 دقیقه. علت اینکه بسیاری از مردم تو زندگیشون به راحتی میتونن کارا رو بکنن، به خاطر این است که درست مانند شناگری هستن که در مسیر رودخانه قرار میگیرن که راحت و آسوده در اون مسیر حرکت میکنن، همینقدر خودشون روی آب نگه دارن میرن. و متاسفانه بسیاری از مردم نه تنها در مسیر عکس رودخانه باید شنا کنن، بدبختانه در یه رودخانه خوش باید با دست و پا زدن بالا برن. تا به همین جهت است که بسیاری از بچه‌ها با وجودی که شما هزار بار بهشون گفتید تمام تشویقا رو کردید، حاضر نیستن درس بخونن. علتش هست که برای اونا بالا رفتن از یه سربالاییه، در یه رودخانه خشک شنا کردنش، در حالی که برای یه عده دیگه چنین نیست. ماجرایی که امروز به عنوان مسئله خوشبختی و ذهن انسانی مطرح است، من و شما رو میبره به این که موضوع در اختیار داشتن خبری که وارد سیستم میشه با در اختیار من و شما باشه، نه اینکه همین گونه موضوعها و مطالب مختلف در دوربر من و شما اتفاق میفته و توجه من و شما رو به این ور اون ور بره. معلومه در زندگی عادی یه مقدار مواردی هست که حواس من و شما رو پرت میکنه، اما دو گونه آدم هست. یه گونه آدمی که به مجردی که کوچکترین حرکتی بلند شد توجهش به اونجا جلب میشه، مثل بچهایی که ADD دارن. بچهایی که ADD دارن چه وضعیتی دارن؟ شما نشسته هنوز یه ساعت نشسته، صدا بلند بشه پشت رفته، در حالی که بچه‌ای که در ADD نداره و کمبود توجه و تمرکز نداره، داره مشقشو می‌نویسه و اون صدا اعتنا نمی‌کنه، یا یه نگاهی می‌کنه یا گوشه چشمش میره اونجا مطالعات نشون میده ولی برمیگرده، برای که خودش در اختیار خودشه. نتیجتاً مسئله اصلی و اساسی خوشبختی در این است که آیا من در اختیار خودم هستم یا نیستم. و یادتون باشه، من اگر پام در اختیار خودم نباشه، یک روزه کشته میشم. چطور ممکنه مغز من و ضمیر و ذهن من که اساس من در اختیار من نباشه، من میتونم تو زندگیم موفق باشم و از نظر روانی سالم باشم و یا خوشبخت شم؟ غیر ممکن خواهد. یعنی در تحلیل نهایی مسئله اصلی و اساسی اینه که آیا من میتونم که کنترل ضمیر و ذهنمو داشته باشم یا نه. چرا کنترل ضمیر و ذهن من مهمه؟ علتش بسیار روشنه. برای که کنترل ضمیر و ذهن من به من اجازه میده که نظم در خودآگاه به وجود بیاد، یعنی اوردر، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. یادتون باشه انسان به عنوان یه سیستم مجموعه ای از اجزای پیوسته همبسته هماهنگ متوجه هدف که باید هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. شما یه انسان رو تصور کنید به جای که چشمش اینجاش باشه اینجاش باشه، یا گوشش به جای که اینجاش باشه پشت سرش باشه، شما معلومه که وقتی در مقابل یه چنین فردی قرار میگیرید با یه موجود غیر عادی روبرو هستید. بنابراین مسئله اصلی و اساسی اینه که آیا من و شما متوجه این موضوع هستیم یا نیستیم. بر اساس آنچه که خدمتتون عرض کردم، موضوع خوشبختی برمیگرده به این که من تمام توجه و تمرکز attention and concentration یا انرژی روانی رو در اختیار داشته باشم و من صاحب اختیار خودم باشم. روزی که من یک چنین کنترلی رو در خصوص ضمیر و ذهن خودم دارم، اتفاقی که میفته این هست که اگر درگیر فعالیتی بشم که من رو به تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس میبره، من میتونم به اون احساس خوشبختی برسم. اما این شرایطی داره. اون شرایط چی؟ روزی شما احساس خوشبختی رو دارید که
در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون، یعنی تا آخرین مرحله‌ای که میتونید حرکت کنید، خودتون رو و محیط اطرافتون رو در اختیار و کنترل بگیرید، یعنی بتونید اون اختیار رو کاملا داشته باشید. اما در یک چنین حالتی وقتی شما احساس خوشبختی میکنید که به سمت هدفی نه آرزویی، چون انسان به آرزوهاش نمیرسه، انسان به هدفهاش میرسه، هدف یعنی جایی مشخص و معین و تعریف شده، به سمت هدفی برید. اما این هدف باید 4 تا ویژگی یا مشخصه داشته باشه. این هدف اولا باید واقعی باشه، یعنی ریالیستیک. شما اگر به دنبال هدفهای غیر واقعی هستید وارد مرحله خوشبختی نمیشه. هدف باید واقعی باشه. دوم، این هدف باید ممکن یا شدنی باشه. بسیاری از چیزها واقعیت بودن یا هستن ولی همکنون شدنی نیستن. واقعیت است که من و شما اینجا این و تهران هست، ولی کاری رو در تهران من و شما همکنون نمیتونیم بکنیم. یعنی این هدف واقعی باید ممکن باشه. سوم، این هدف باید جنبه یونیورسال و جهانی و عمومی داشته باشه، مربوط به همه انسان ها باشه. نمیتونه هدف مشخص محدودی باشه که من به وجود آوردم و مایلم یه چیزی رو برای خودم به دست بیارم. و چهارم، این که این هدف باید اصول اخلاقی و انسانی رو رعایت کنه، یعنی مورالیستیک و هیومانیستیک. یعنی اگر شما هدفی رو در زندگی انتخاب کردید که این هدفی که انتخاب کردید از یک طرف واقعی است، از جانب دیگه ممکنه، از طرف دیگه این هدف جهانی و عمومی است، و از جانب چهارم اخلاقی و انسانی است، و حالا درگیر فعالیت یعنی کار و اکتیویتی میشید، چون هرگز خوشبختی از طریق رسیدن اینکه یا چیزی به ما برسه به دست نمیاد. هرگز خوشبختی فقط و فقط و فقط نتیجه فعالیت من و شماست در حد اکثر توان فیزیکی و روانی ما. اما کاری که من و شما میکنیم 6 تا مشخصه باید داشته باشه. یعنی من برای رسیدن به هدفی باید یه کاری رو بکنم با 6 ویژگی. اولش این که این کار باید آگاهانه باشه. انسان با جهل، با نادانی، با تقلید هرگز به خوشبختی نمیرسه. یعنی آگاهی رو احتیاج داره. دوم، علاوه بر این آگاهی احتیاج به این هست که من آزادی داشته باشم، یعنی من حق انتخاب داشته باشم. و آزادی به این معنی نیست که میتونم بکنم یا نکنم، نه، کاملا میتونم اون انجام بدم یا ندم. یعنی کاری که من بهش مجبورم به هر دلیلی، چه بیولوژیک باشه چه اجتماعی باشه، هرگز نمیتونه موجب خوشبختی بشه. کاری که من درش آزادم که انجام بدم یا ندم. پس بنابراین کاری است که آگاهانه است و آزادانه است. و سوم، این کار مهربانانه است، دوستانه است، عاشقانه است. یعنی کاری که میکنید اساسش بر مهر است و محبت و دوستی. چهارم، شرطش این است که سازنده و به وجود آورنده باشه. یعنی من میخوام یه خانه بسازم، حتی من نمیخوام یه خانه خرابی رو ویران کنم. یعنی من در مقابل یه وضعیتی قرار میگیرم که کاری که میکنم آگاهانه است، آزادانه است، این کار مهربانانه است، ولی سازنده است. بنابراین شما حتی وقتی در مسیر نابود کردن بدی ها میری هرگز احساس خوشبختی نمیکنی. شما در مسیر ساختن خوبی ها که میری احساس خوشبختی میکنی. و شماره 5ش این است که مسئولانه است. من ریسپانسیبیلیتی رو چه در جهت هزینه، چه در جهت پیامد یا کانسکوئنس میپذیرم. یعنی مسئولیت از اول تا آخر با منه و بالاخره برای که جای خالی هر چیزی پر بشه جنبه اخلاقی و انسانی داره. بنابراین من برای رسیدن به هدفی درگیر کار و فعالیتی شدم آگاهانه، آزادانه، مهربانانه، سازنده، مسئولانه، اخلاقی و انسانی، در حالی که حد اکثر توان فیزیکی و روانی منم به کار گرفته شده. در این لحظه و در این حال من احساس خوشبختی میکنم، برای که هدفی است با ویژگی‌های خودش، فعالیت و کاری است با مشخصات خودش در حد اکثر توان فیزیکی و روانی. اما چرا؟ علتش بسیار روشنه. علتش این است که در ضمیر و ذهن من نظم به وجود میاد، همه انرژی روانی در اختیار من قرار میگیره، وجود من از یه نوع آرامش و امنیتی تمام و کمال برخوردار میشه. اما مسئله این نیست. مسئله این است که این نظم درونی، این اوردر و ترتیب داخلی به گونه‌ای به دلیل هدفی که انتخاب کردم و به دلیل فعالیتی که درش درگیر شدم و به خاطر حد اکثر توان فیزیکی و روانی که درش گذاشتم، به گونه‌ای با کل خلقت همراه و هم نوا میشه، یعنی با کل طبیعت و خلقت، نیچر اند کرییشن، همراه خواهد بود. یعنی من در مسیر همون خلقی قرار میگیرم که خدا جهان رو خلق کرده و در مسیر ساختنی قرار میگیرم که او به وجود آورده. یعنی شما درست مانند کسی میمونید که ویولن خودتون رو برمیدارید، در
حالی که صدای خوب و خوشی دارید به جمع هزار ویولونزن دیگری میپیوندید که اونا دارن با ویولون خودشون آهنگ مشخصی رو میزنن و شما آهنگ رو میزنید و میخوانید و درست از یک طرف در حالی که تک نوازید همه نوازید و در حالی که شمایید که میخونید همه جهانی که دارین میخونه. یعنی احساس خوشبختی فقط وقتی دست میده که انسان در مسیر تحققی اخلاقی و انسانی با ویژگی‌هایی که عرض کردم با چارچوب کار و فعالیت خودش به مرحله‌ای میرسه که نه تنها در درون نظم و ارتباطی رو که لازمه برقرار میکنه با بیرون و با کل خلقت همراه و هم نوا میشه، یعنی در کار خدایی و آفریدگاری و خلق شرکت میکنه. این اون مرحله احساس خوشبختی است که کاملا مختلف و متفاوت است با همه حالات دیگر انسانی. یعنی اونجاییست که من و شما از یک طرف به عنوان یه موجود تنها با همه آنها و جهان در ارتباطیم و در حالی که فردیت و هویت خودمونو داریم به یک اعتبار هیچ هیچیم، مانند قطره‌ای در دریا، و از جانب دیگه مانند هر قطره‌ای میتونیم ادعای دریا بودن رو بکنیم. و این همون رازیست که شما در تمام افکار بزرگانی که از این مرحله کوتاه و کوچک فرش گذشتند و بر عرش سری زدند و سری ساییدن رو شما میتونید پیدا کنید. یعنی اون مرحله خوشبختی است. یعنی مفهوم خوشبختی فقط اون زمانی دست میده که من و شما در یه چنین شرایط و وضعیتی قرار میگیریم. این شرایطی است که همونطور که خدمتتون عرض کردم به دلیل حالاتی که داره من و شما رو از خودمون در میاره. آب مروارید برای چشم کی اتفاق میفته؟ اون زمانی که چشم خودش رو میبینه. چشم قرار دیگران رو ببینه. اون زمانی که خودش رو میگیره با بیماری روبرو میشه. و به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی در این است که من به یه خوددوستی برسم که با خودش دگردوستی رو داره و با این خوددوستی و دگردوستی و همه دوستی با کل طبیعت و خلقت هم نوا بشم. و اینجاست که مسئله بخشنده بودن و بخشیدن اساس کار میشه و مسئله قدردانی و قدرشناسی پایه همه فعالیت های من شماست. اینجاست که لذت وجود داره، شادی وجود داره، حظ و کیف وجود داره. اینجاست که مسئله خوشنودی و خرسندی است. اینجا که زندگی جهت پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه و مقصود پیدا میکنه. و اینجاست که من و شما میتونیم اون احساس خوب و ویژه‌ای رو که فقط برای کسی اتفاق میفته که خودشو در این مسیر و وضعیت قرار میده واقع بشه. روزی من و شما درگیر تجربه مطلوب میشیم و روزی به این مرحله میرسیم که اصول جزئی کوچکی رو بهش توجه کنیم. یکی این که پایان کار مشخصه، دوم این که هدف معین و معلوم، سوم این که تمام توجه و انرژی من و شما رو کامل احتیاج داره، چهارم این که من توانایی ارزیابی مراحل پیشرفت خودم یا پسفرند یا فیدبک رو دارم، پنجم این که تمام کنترل و اداره ضمیر و ذهنم که همه وجود منه در اختیار منه، من در حالی که ششم مرحله آرامش رو دارم، یعنی کام هستم، حالت هیجان و اکسایتمنت رو دارم، زیرا هیجان یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده، اون زمانی که انسان وارد اون مرحله چالش میشه، مفهوم زمان دگرگون میشه. به همین جهت است که تمام افراد در مرحله تجربه مطلوب یا زمان رو 10 برابر و 100 برابر میکنن یا 1/10 و 1/100. مفهوم زمان در یه چنین شرایطی کاملا حال خودش از دست میده و به همین جهت است که شما بسیاری از اوقات ایام خوب و خوش یا مرحله خوشبختی اصلا گذشت زمان رو حس نکردید، یا برخی از اوقات اون رو با تمام وجودتون بیشتر و بیشتر حس و لمس کردید که در زمینهای مختلف وجود داره. فراموشی از خوده، یعنی در تجربه مطلوب اصلا شما وجود ندارید، انرژی روانی اصلا صرف شما نمیشه. بسیاری از قهرمانان مثلا بسکتبال گفتن که وقتی که در بازی‌های بسیار نهایی و قطعی و بسیار سرنوشت‌ساز روبرو میشیم، مثلا 5 ثانیه مونده و باید بازی بکنیم، یک جمعیت 19,000 نفری که از پا ایستادن و فریاد میزنن رو صدای مطلقا هیچ کس رو نمیشنه، یعنی تمام جهان خاموش میشه و من خودم رو از یاد میبرم. تنها هدفی که دارم این است که چگونه این توپ رو میتونم به حلقه برسونم و چگونه مقاومت دیگران رو در مسیر راه خودم حذف کنم، تا اونجایی که برخی از خود حتی مقاومت رو نمیبینم.
مقاومت رو نمیرم، فقط جهت به هدف خودم رو میرم. اگر با مانعی برخورد کردم، با مانع برخورد کردم، نه اینکه من از مانع میترسم، زیرا خودم و همه جهان فراموش میشه. در یک چنین حالتی است که اصلا احساس ناتوانی ندارم، احساس helplessness که اساس افسردگی است، یعنی بیچارگی و درماندگی رو ندارم، مستقلم، آزادم و با احساس خوب خودم میتونم زندگی بهتری رو برای خودم بسازم. در یک چنین شرایطی است که من با دیگران یکی میشم، من ما میشم، نمانند فرهنگ ما که همیشه بحث دیگرانه، من به ما تبدیل میشم و من و ما یکی خواهی بود. در یک چنین مسئله است که اصلا خود تجربه برای من مهمه و مطلقا نتیجه و پیامدش مهم نیست، هیچ فایده‌ای داشته باشه، ارزشی داشته باشه، تشویقی باشه، کسی دستی بزنه، کسی اعتنایی بکنه، پاداش مادی مطلقا مهم نیست. من تمام پاداش خودم رو هزار برابر بیشتر از اون تجربه در درون به دست آوردم، زیرا از من یه موجود تازه جدیدی ساخته. یعنی من کسی هستم که در حقیقت خودم رو شکافتم و به برتر از خودم رسیدم. یک دانه اون زمانی در مسیر احساس خوشبختی بر اساس این تعریف قرار میگیره که خودش رو از بین میبره و از خودش ریشه بیرون میزنه، ساقه بیرون میزنه. روزی که اون ساقه خودش رو میشکافه و از خودش شاخه رو بیرون میاره، و روزی که یه شاخه خودش رو از هم میپاشه تا برگ رو یا بعدن شکوفه و گل رو به وجود بیاره و میبره. و دقیقاً مسئله انسان اینه. یعنی هرگز به شما و برای شما احساس خوشبختی از نظر این مطالعه دست نمیده، مگر اینکه در مسیر تغییر و تکامل باشم. مسیر تکاملی که از من یه موجوده بهتر و برتری میسازه، موجود تازه و جدیدی که حتی یک ثانیه قبل نبود. یعنی احساس خوشبختی وقتی است که من یه آدم تازه میشم، یه آدمی که در جهانی که هر آن جهان به مرگ و نابودی میره، برای که جهان برای که از یک شکل به شکل دیگه عوض کنه باید نابود بشه، مربعی که میخواد مثلث بشه مربع بودنش باید از دست بده تا مثلث تبدیل بشه. این همون بحثی است که از نظر فلسفی وجود داره که هر آن خلقت میره به عدم و از عدم به وجود میاد، و بنابراین جمله کن فیکون یعنی بشو پس میشود به خاطر این است که خلقت اگر انجام شده همچنان ادامه داره، نه این کل فکان گفت بشو پس شد چنین چیز. خلقت داره همیشه انجام میشه و من میتونم وقتی که از بین میرم یا خلق جدید و موجود تازه‌ای بشم یا همون موجود قدیمی برگردم. اگر موجود قدیمی برگردم با اضطراب و افسردگی برمیگردم، یا هر دوی اونها، و اگر موجود تازه‌ای بشم من یک کسی هستم که با اون احساس خوشبختی هستم. و همینجاست که مسئله رشد و توسعه و تکامل رو به وجود میاره. این مطالعه حتی در خصوص حیوانات هم نشون میده که اصلا راز بقای اونها چنین است. خانمی یک دونه از این سوسمارها لیزرد رو آورده بود و میخواست اون رو نگه داره. هرچی به این غذا میداد غذا نمیخورد و به جایی رسیده بود که در حال مرگ بود. همه جور غذا رو مطالعات رو کرده بود، پرسش ها رو پرسه بود، هیچ فایده ای نداشت. یه روزی وقتی مایوس بوده داشته ساندویچش رو میخوره و نیمه ساندویچش رو که میخوره دیگه نمیخواد بخوره، اون رو تو کاغذ میپیچه و اون رو پرتاب میکنه تو روی زمین و قفس اون. لزرده به اون حمله میکنه، یعنی به اون ساندویچ حمله میکنه، کاغذ رو میدره و بعدن ساندویچ رو از وسطش میخوره. متوجه شدن که بسیاری از حیوانات اصلا اگر شما گوش در اختیارشون بگذارید نمیخوان بخورن. اونا باید شکار بکنن، اونا باید اون چیزی رو که به دست بیارن نتیجه فعالیت خودشون باشه، اونا باید براش کوششی بکنن و نه کشمکش و کششی داشته باشن تا بهش دسترسی پیدا کنن. به همین جهت که شما این رو در کودک انسانی میبینید، بچه کوچیک شما در اولین فرصتی که پیدا میکنه به شما میگه نه و میخوام خودم بکنم. یعنی اون همه اصرار داره که من قاشق خودم میخوام برم، اون همه اصرار داره که من کفش و جورابم میخوام خودم پاک کنم. و درست نگاه کنیم به ما پدران و مادران که متأسفانه بزرگترین خیانت رو به بچه‌ها میکنیم اون زمانی که به اونها اجازه نمیدیم که خودشون باشن و باهاش رشد کنن. مهمترین مسئله این است که شما به یه انسان این فرصت و امکان رو بدید که هر آن موجود تازه‌تری بشه و با این تازه شدن بدون تردید موجود بهتر و برتری بشه. بنابراین تمام بحث خوشبختی از این دیدگاه و نظرگاه که یک مطالعه است که از 1966 شروع شده و به مدت 25 سال در دانشگاه شیکاگو ادامه پیدا کرده و در 100 کشور جهان بوده و روی 100 هزار نفر با کمک بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران به این نتیجه رسید که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. یعنی انسان فقط اون زمانی احساس خوشبختی میکنه که خودش در اختیار خودشه، اداره خودش رو داره، در مسیر هدفی ممکن، واقعی، جهانی و اخلاقی انسانی
از طریق کار و فعالیتی که آگاهانه، آزادانه، مهربانانه، سازنده، مسئولانه و اخلاقی انسانی هست، در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش برای خودش و دیگران کاری میکنه. کسی که با محبتش و خدمتش که از طریق کار و فعالیتش هست موجب رشد و توسعه و تکامل خودش و رشد و توسعه و تکامل دیگران میشه. متشکرم.